عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز با برنامه کاوش خبر داغ خوش آمدید. بعد از آن که روابط متقابل پاکستان و آمریکا سوی نظامیان آن کشور به چالش کشیده شد، پاکستان با دشمنان کلاسیک خود از جمله روسیه رو آورد و می خواهد که جایگاه آمریکا را در سیاست داخلی و خارجی از توسط روسیه پر کند. به همین مناسبت قرار است وزیر خارجه پاکستان به مسکو مسافرت نماید و رئیس جمهور روسیه را به پاکستان دعوت نماید. این موضوع را من مصطفی فیضی‌ام را با مهمانان گرامی خود هر یک بشیر بیژن ژورنالیست، اکبر اوریا نامزد پیشین ریاست جمهوری و سخی منیر تحلیلگر مسائل سیاسی به بس میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. آقای بیژن، میخواهیم با شما آغاز کنیم. در شرایط کنونی شما روابط آمریکا و پاکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم. همونطوری که بارها در صحبت‌های پیشین هم به این مسئله پرداختیم، ما شما یک بار دیگه با تاکید و مختصر میگیم که آمریکا پس از تطبیق شدن فاز اول اهداف استراتژیکش که استقرار و تسلط یافتن در جغرافیای افغانستان بود و در این زمان عقد قرارداد استراتژیک با کشور هندوستان عملی کرد، از اون زمان معلوم شد که دیگه آمریکا هیچ گونه رغبتی در حقیقت برای پاکستان به مسابقه همکار یا مزدورش در طول مدت بیش از نیم قرن یا حدود نیم قرن دیگه نداره. یعنی در حقیقت ماموریت پاکستان در مقطع حاضر زمانی برای آمریکا و متحدینش با توجه به اهداف استراتژیکی را که اونا در منطقه دنبال میکنه به پایان رسیده. بله آقای بجن، شما گفتین که دیگر پاکستان دوست آمریکا نیست و دیگر نمیتوند آمریکا یا بالاخره آمریکا فاز اول اهداف خود از طریق پاکستان توانست در افغانستان و منطقه برآورده بسازد. با در نظر داشت از این میگه از این صحبت چه فکر میکنید فاز دوم اهداف آمریکا از طریق کدام کشورها در منطقه برآورده خواهد شد؟ آمریکا و متحدینش اهداف بزرگ استراتژیک در منطقه دنبال میکنن. برای رفتن به فازهای بعدی این اهداف آمریکا طبیعتا به متحد یا متحدین قدرتمند در سطح منطقه نیاز دارن، از جمله و امی که با کشور هندوستان در سطح منطقه اینا قرارداد استراتژیک امضا میکنن معنیش همین مسئله است. همچنان به طور مختصر باز تکرار میکنم ای که آمریکا نه تنهایی که پاکستان مرخص کرد، با اقداماتی را که در طول مدت بیش از یک سال در جغرافیای پاکستان برای افشای چهره خطرناک دولت مردان پاکستان، مخصوصا نظامیان پاکستان و آیسای پاکستان عملی کرد، از کشته شدن اسامه بن لادن تا برخی از موارد مهم دیگر، اینها در حقیقت فقط یک پیام یا یک تعبیر داره که آمریکا دیگه به پاکستان نیاز نداره و اینکه پاکستان از بابت تجزیه خودش رنج میبره شبانه روز دلیلش هم درک همین مسئله است. ولی امکان دارد که بدون پاکستان، بدون همکاری پاکستان، آمریکا به اهداف بعدی خود برسد؟ البته در این جای شک نیست. در سیاست ها بسیار دوستی و دلبری وجود نداره. بله. در سیاست ها نفع و ضرر سنجیده میشه. همونطور که من پیشتر گفتم آمریکا باید در منطقه پیشرفت داشته باشه و زعم خودشان برای فازهای بعدی اهداف استراتژیکشان که دیگر در او مرحله پاکستان نه تنها کار را انجام داده نمیتونه، بلکه موجودیت پاکستان یک مانع، یک مزاحم بسیار جدی بر سر رای آمریکا خواهد بود. با در نظر داشت تیره شدن روابط آمریکا و پاکستان، آینده آمریکا را از دیدگاه شما چی است؟ خب بسیار اراده ها و بسیار آرزوها هیترام نیست که به صورت قطعی تحقق پیدا بکنه. خیلی از آرزوها بوده، خیلی از اراده ها بوده که در وسط راه نابود شده، در یک قسمت راه ناکام شده. این که آمریکا تا ختم مراحل نهایی اهدافش در منطقه
در چه وضعیت قرار میگیره ما فکر میکنم پیش از وقت خواهد بود اما یک مسئله معلوم دار است که آمریکا را هم خطر بسیار جدی در منطقه تهدید میکنه از طرف کیهای خطر چون بار اول است که آمریکا از جغرافیای سنتی خود پا بیرون گذاشته در حقیقت افغانستان و ماحول افغانستان این جغرافیای سنتی آمریکا نیست آمریکا با این جغرافیا بیگانه است شما با توجه به تاریخ این جغرافیا بیشتر با دو امپراتوری قدرتمند در امتداد تاریخ روابط داشته یک امپراتوری هند برطانیوی و دو امپراتوری روسیه تزاری یعنی حداقل 100 یا 200 سال پس این افغانستان این گونه بوده به هر حالت اگر آمریکا در اینجا بازی را سنجیده شده حرکت نته شما مطمئن باشین که وضعیت ویتنام از ویتنام خطرناکتر در اینجا برایش خلق خواهد شد آقای اوریا روابط کنونی پاکستان و شما با روسیه چگونه به بس میگیرید؟ به نام خدا نخست اجازه میخواهیم سلام های خدا خدمت بیننده های تلویزیون افغان نیوز کارمندان تلویزیون و دوستان عزیزی که در اینجا تشریف دارند روی میز تقدیم بکنم پاکستان و ایالات فدراسیون روسیه را شما مطرح کردید که ما باید به بس بگیریم اول باید پاکستان از لحاظ ساختاری باید مطرح کرد که روابط با روسیه را چی سان میتونه که به چی بگیره به پلان بگیره به برنامه و کار خود بگیره پاکستان یکی از متحدین و یکی از و یک مولود مشخص بازی غرب در منطقه است پاکستان همزمان با اسرائیل یک جای به وجود میاد که دو بازی است یک بازی یهودی و یک بازی اسلامی فوندامنتالیست اسلامی در منطقه ما و او اسرائیل در منطقه عرب اینا وظایف واحد و مشخص دارن غرب با استثناء از اینا در منطقه ما دیگه هیچ دوستی نداره و تا کنون نتانسته با هیچ کسی به صورت دقیق مناسبات طویل المدت برقرار بکنم مشخص از لحاظ ازی بگیم براتون که با هند یک همکار استراتژیک فدراسیون روسیه است بوده و فعلا هم هست و با جمهوری خلق چین هم همکاری استراتژیک هم زد پس این تیره شدن رقابت اجازه میخوام به رازی که ما هنوز نامدیم سر ساختار پاکستان باید صحبت بکنیم پاکستان از نظر استراتژیک زمانی که مشخص درک میکنه که استراتژی جیو اکونومی جهان تغییر میخوره آینده خود میخواه جستجو بکنه رفتن به طرف روسیه یک چیز نو نیست در دهه 60 1960 شوروی اولین کشور است که سیستم میتالورژی را در پاکستان به وجود آورده یعنی همین ذوب آهن رو روسا بهشان دادن قوی همکاری داشتن اما در بازی هایی که شوروی در افغانستان به اصطلاح سخت درگیر شد در اون زمان پاکستان میخواست از غرب چیزی برای خود بسازه و غرب هم شدید نیازمند به پاکستان بود برای اینکه پاکستان ساختارش طوری است که یک حزبی که همی لحظه حاکم است این سه پرو داره سه تمایل داره تمایل پرو پیکن داره تمایل پرو مسکو داره تمایل غربی داره همی پیپل سپورتی پس یک کدام یک بیشتر از برای همی حزبی یک دوم یک نیروی بسیار تعیین کننده در پاکستان فوج پاکستان است که مشخص از چکیده های استعمار بریتانیا و بعداً آیستای فلیال سازمان سیاه است توجه کردین این دو بازی این سه بازی امید ازا وقتی که تصور میشه که غرب در حال فروپاشی اقتصادی است بحران یورو یک طرف سقوط برادران لومن در ایالات متحده پشت سر از او آمدن مونتانا سقوطش که دولتی ساخته میشه باز آمدن به اصطلاح جنرال موترز که منافع اصلی ایالات متحده در جهان تامین میکنه اینا کلشان سقوط میکنه از نظر اقتصادی پاکستان تنها
ها در تداوم جنگ در افغانستان میخواست زندگی بکنه، اما دیگه غرب بی توانایی نداره که پاکستان رایگان مفت و کرزی مفت و کرزی کمک بکنه و پاکستان دیگه نان بده. پاکستان مشخص یک نان آور داره، خرم انسان کشور او افغانستان است که پاکستان نان میده. همین لحظه شما بفهمین بزرگترین بندری که در پاکستان فعال است کراچی است، به جز اموال افغانی هیچ کشور دیگه ازش استفاده نمیکنه. بله آقای اوریا، شما گفتین که در منطقه غرب جز از پاکستان دیگر دوست بله. ندارد. بله، پس این تیره شدن روابط کنونی پاکستان با امریکا به چه معنا؟ این بازی اپراتیفی است که خود غرب در منطقه درگیر است با او. بله، چه هدف غرب میخواهد از طریق زمین تیره شدن روابط در منطقه پیاده کنه؟ تیره ساختن روابط ایالات متحده و غرب اصلا با پاکستان نمیخواهد. یک بازی رویا چیز بسیار سرسری است. ببینیم چه قطعش میکنه. خانم کلینتون به کابل میایه، صحبتش ناجی به پاکستان چی است؟ وقتی که در اسلام آباد میرسه اونجا تظاهر برای بهبود روابط میکنه. متوجه هستید؟ آقای جان کری مسئول روابط بین المللی کنگرس امریکا میایه در کابل، هر آه میکشه آتوشش، فکر میکنه که این بر اینده میسوزانم، اگر در پاکستان میره میگه بیدارم میره رابط خود خوب کنیم. بنابراین سپرویی که امروز عامل اساسی تیرگی روابط میان ایالات متحده و پاکستان است، برای از اینکه استراتیجیستای حزب مردم یا پیپلز پارتی تلاش دارند که جاگزین امریکا را در قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان که همجوار ماست. شما ببینید پاکستانی بود که همین برادران افغانی با شما را میگفت که هر حرکت روسیه قرض بگیریم که باز ما در بر هند آره بر هند در دست خودش میگرم. تشکر آقای مونیر، با شما برمیگردیم، با صحبت میکنیم بعد از قضای بیشتر. آقای مونیر، کدام عوامل موجود است یا بالاخره در اواخر موجود آمد که پاکستان به طرف دشمن دیرینه خود رفت و بالاخره میخواهد با روسیه ارتباط برقرار کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مصطفی جان بر شما، سلام بر یونیت تکنیکی شما، با آقای بیژن، با آقای اوریا و بینندگان عزیز شما. آنچه که شما هاترس دادین از یک دشمن دیرینه، بله، از تولد پاکستان تا امروز هیچ وقت مناسبات اتحاد شوروی سابق و فدراسیون فعلی روسیه در این خط نبوده. ما یک مثال برجسته برای شما آیا دادم. پاکستان کسی نبود یا کشور نبود که شوروی ها را بالاخره مجاهدین افغانستان را کمک کرد تا بالاخره شوروی را از افغانستان با همو کمک خود خوب شد که شما این مسئله را با همو کمک خود وقت دکتر نجیب الله سقوط داده میشه، استخبارات دو کشور به این سقوط همیقن دست داره که یکی کی جی بی به گفته شما آشتی ناپذیر و یکی آیس های راستگرا. آنچه که امروز در منطقه جریان دارد در جنوب آسیا و در آسیای میانه یک رقابت کلان است که روسیه را امریکا باز کرده. این چند دلیل دارد. پاکستان با تمام بیجانی خود، با تمام مشکل اقتصادی خود، با تمام مشکل سیاسی خود میخواهد که از آن آمر اول به دست خود بگیره و از مجموعه معزلای داخلی ببره به سوی خارجی. امریکایا در واقع کشور استراتژیک بر یک بازی کلان 15 ساله اند انتخاب کردن. ببینید وقتی که مارک گروسمن میخواد به پاکستان بره، پاکستان پاسخ رد میده. ولی آقای گروسمن میره به یک کشور در غرب و بالاخره در منطقه نمیتونه بجز از پاکستان هم بازی غرب بله. باشه. ببینید باز این به هندوستان میره تا یک نشانی کنه که واقعا اوباما خط درشت استراتیجی که منطقوی را به نام هند بر چند سال رقم زده. بله. مسئله دیگه چی است؟ در داخل منطقه مثلث ها در حال تشکل است. دلیل از این تشکل چی است؟ دلیل از این تشکل در واقع باز هم امو دالیز خطرناک کشور بنام افغانستان است که من تو در او زندگی میکنیم و این بازی بزرگ بسیار خطرناک جهانی چند گونگی داره.
یک گونگی عبارت از جنگ استخباراتی است. رفتن وزیر خارجه پاکستان به فدراسیون روسیه در واقع جز برنامه استخباراتی است که آیسای و نظامیان پاکستان او را مهندسی کردند. آیا بازی را پاکستان در تضاد با منافع غرب نیست؟ ببینید اینجا تا بازی را با بازی پاسخ بده. از جانب دیگه ایران، چین، فدراسیون روسیه در سال 2014 امو ترتیبی که فرزند تعداد از نیروهای مخالف مسلح افغانستان با کمانده سه خط در حال رشد که یک خط امریکایی است که در قطر ایجاد شده، یکی دالز پاکستان است که همیشه پاکستان بستر مخالفین و بستر سیاستگذاری در افغانستان بوده، و یکی دالز بعدی عبارت از آسیای میانه است. شما الان به این باور باشین که فدراسیون روسیه امیال جلو تمام قدرت حاکمیت اقتصادی و سیاسی را در تاجکستان منعیس یک نقطه همسایه افغانستان بدست داره. به این خاطر این بازی جدیده که پاکستان شروع کرده در واقع فشار دیپلماتیک بر برابر فشار دیپلماتیک پاسخ میده. فشار دیپلماتیک غربه؟ بله، فشار دیپلماتیک غربه با یک فشار دیپلماتیک دیگه به خاطر نشان دادن خود که ما زنده هستیم. پیپلز از نظر سیاسی در حال مردن است. پیپلز دیگه خانم بوتو را نداره. بله. پیپلز کسی را داره به نام آقای زرداری. ببینید یک و نیم سال پیشتر آقای زرداری رفت با پوتین، با مدوف با پوتین مذاکره کرد. ولی نتیجه از اون مذاکرات کاملا سمبولیک بود، حتی را که آقای زرداری میخواست وقت دمو وقت بجا نشد. این در واقع حکت فشاری بود. از جانب دیگر مشکل در کجاست؟ مشکل حساسی در یک جای دیگر است. پاکستان میخواهد نشان بدهد در این یک جا شدن که میتواند مانع رشد بعضی از مسائل زد. اون مسائل عبارت از مسئله اکمالاتی هست. اکمالاتی که ناتو از طریق فدراسیون روسیه و آسیای میانه و قزاقستان و آذربایجان می‌نویسد بسیار گران تمام می‌شود. به این خاطر پاکستان می‌خواهد که همون خط درشت خود بازان داشته باشه. تشکر. آقای بجان، قسمی که ما می‌دانیم پاکستان یکی از حامیان تروریسم است یا تروریستان در منطقه و جهان می‌باشد. حال سوال اینجا مطرح می‌شود، در صورتی که پاکستان با روسیه متحد شوند، چه فکر میکنید؟ آیا روسیه در آن زمان حمایت از یک کشوری که حامی تروریسم است و در اصل تروریستان حمایت میکند حمایت نخواهد کرد؟ ببینیم با توجه به موقعیت و جایگاه کشور روسیه در منطقه، تاریخ و پیشینه تاریخی روسها در مسائل جهانی، در رقابت‌های جهانی، مخصوصا جنگ سرد، زمان جنگ سرد، عقلانی ترش خوی این است که روزها دیگه نباید با سکه ناچل دیگه وارد بازی شوند. پس چی فکر میکنید؟ روی چه هدف روزها تصمیم گرفته است که بالاخره با پاکستان روابط دوستی و بالاخره روابط مستحکم داشته باشد؟ ما در نظر داشتین که قرار است وزیر خارجه پاکستان یک ماه بعد به وزارت به روسیه سفر کند و رئیس جمهور روسیه را به کشور خود دعوت کنند. نه، اصل مسئله را من اینطور نمیبینم. امیدوار هستم که اینطور هم نباشه. این پاکستان است که پس از دریافت سند مرخصی از جانب آمریکا به هر در دیوار خودش زد. شما متوجه هستین که در آغاز به طرف ایران و عربستان سعودی، به تعقیبش باز به طرف چین، و وقتی همه این دروازه ها برای پاکستان مسدود شد، حال پاکستان استقامت پیدا کرده به طرف روسیه. و شما مطمئن باشین که ما باز میگم روسا اینقدر گنگس نخواهند بود که با سکه ناچل بازی های بسیار جدی و خطرناک حال حاضر پیش ببرن. موضوع دیگر خدمت تا نرس میکردم ای است که پاکستان در امتداد تاریخ ای که به اساس یک اجبار از سوی استعمار به وجود آمد، این گپش معلوم است. اما در امتداد تاریخ در پیوند با مجموع حوادثی که در منطقه
اتفاق افتاد پاکستان بازیگر اصلی نبوده هیچ وقت. پس کیها بازیگر پاکستان اصلی بوده؟ پاکستان حیثیت یک سپایی را داشته، حیثیت یک چوکیدار را داشته، حیثیت یک فرمانبردار مزدور را داشته. بله، پاکستان بازیگر اصلی نبوده. میخوام یک بار دیگه خدمت شما بگویم برخی از برداشت ها و دریافت ها مبناهای کلاسیک اگر نداشته باشه و ما با توجه به حقایق و رویدادهای حال حاضر اگر بخوایم بررسی بکنیم شما چند فاکتور بسیار مشرح و واضح وجود داره که در حقیقت نه تنهایی که پاکستان دیگه از امریکا مجزا نشان میده بلکه پاکستان در آینده نه چندان دور ورداشتن بساطش از منطقه تشکر. از جغرافیای منطقه نشان میده یعنی پاکستان عملا در حال حاضر اشک برای نابودی خودش میریزه تشکر بینندگان محترم بعد از خبر دوباره در خدمت شما برمیگردیم واسه هم خوش آمدید بینندگان محترم آقای اوریا آیا روسیه میتواند جای امریکا را بر پاکستان پر کند با در نظر داشته که اینکه خود روسیه فعلا سردوچار مشکلات اقتصادی و بعد از مشکلات دیگر است بسیار بحثی خوب است اصلا روسیه چرا جای امریکا رو پر کنه جای خود چرا بدست نبره سوال من نظر داشتین که روابط از لحاظ اقتصادی چیزی که شما تذکر دادین که به ضرورت است که مردم افغانستان دقیقی رو بفهمه که روسیه کشور بران زده اقتصادی نیست روسیه از بالنده ترین اقتصادهای جهان است امروز ای اگه اشتباه بسیار محض است ای که پاکستانی میده و از ما که میخواه هوشیاری کنه فامیلی امور که دیروز دشمن گفته بود حالا میگه که سبا فی دیگه چیزی دادن میطلب یا که در اقتصاد بزرگ جهان روسیه غنی ترین کشور جهان است بزرگترین استاک دلار است تنها در شهر مسکو امی لحظه سی برابر ایالات متحده بس این مشکلات اقتصادی سالهای اخیر دارم روسیه بود به چه معنا؟ بله روسیه واقعا تو پروبلمای بزرگ است سقوط برادران لومن سرمایه روسیه در اوجه زیر سوال رفت سقوط مونتانا در امریکا که اوجه 1200 میلیارد پول داشت امریکا روسیه او زیر سوال رفت این بحران ها مسلما امروز مجتمی باعث یک مجتمی است کره زمین امی که میگیم ما بار بار از تلویزیون شما گفتیم که جهان به طرف یک نظم نوین باید بره برازی که دیگر دیروز مثل دیروز نیست امروز چین باعث یک مولد بزرگ یک صادر کننده بزرگ بازارش کجاست ایالات متحده است پس باید روابط خود عادی کنن روسیه تمام اروپا در حدود 70% از نظر انرژی وابستگی به روسیه داره شما از بوران گپ میزنید و یگانه کشوری که امروز با این بازی های خطرناکی که غرب پیش روی گرفته نفع مالی و اقتصادی میبره روسیه است یگانه کشور پس پاکستان اتو انتخابی به جای نکرده پاکستان امی آقای زرداری دو تا پسرش اگر به خاطر شما باشه اینا در گروپ ذوالفقار بودن ذوالفقار در سال دهه 80 به وجود آمد که در دهه 80 او یک گروپ پرو مسکو بود حتی پناهنده در کابل بودن با چای بوتو حتی اینجا ازدواج کردن و امیجا تعهد داشتن با استخبارات شوروی وقت و استخبارات افغانستان بنابراین پاکستان این مسائل بسیار استراتژیک میبینه در پالوی از این پروپیکنش بله آن سفر آقای گیلانی را شما در پیکن دیدین که با یک پتکی امریکا دویده دویده چین رفت از او که سه روز پیش با یک پتکی امریکا زرداری در مسکو افتاد بله. پس در پاکستان اوجا نیروی سیومی وجود داره که او پرو غرب است اونا سر از این دولت فشار آوردن و اینا را مناسباتشان با, بله. با غرب زیر فشار آقای اوریا با در نظر داشته دشمنی سابقه روسیه و پاکستان چی فکر میکنید؟ آیا روسیه برای پاکستان اعتماد خواهد کرد و یا خیر با در نظر داشتین که فعلا پاکستان دست دوستی را برای روسیه پیش کرده؟ ببینید یک اصل بسیار قوی در مناسبات بین المللی وجود داره هیچ کشور دوست دائمی و دشمن دائمی نه بلکه منافع دائمی داره بله. پس آقای اوریا یک چیز باید در نظر داشت شما کشور بجز از پاکستان دیگر دوست در منطقه ندارد نشان بتید در افغانستان نشان بتید نمیاره که آورده مفت وزیر پس آیا روسیه با چونین
طرح یا چون این حرف که شما گفتن که بجز از پاکستان دیگر دوست استراتژیک در منطقه ندارد، باز هم میخواد با دوست استراتژیک آمریکا روسیه روابط برقرار کند؟ خب ببینید این بازی بسیار بزرگتر از ازیه است که آدم بسیار ساده متراسانه ای بسازیش، متوجه شدن؟ این بازی بسیار قوی تر است، بزرگترین متحد غرب اردوی پاکستان است در منطقه، نه مردم پاکستان بلکه اردوی پاکستان. یک شعبی کاملا آیسای شعبی یک فلیال است، یک شعبی سیایی است. پدر امو بوش امو را افتتاح کرده، خانم تاچر امو جا سرمایه گذاری کرده بود. توجه کردید پاکستان تصادفی به طرف روسیه نمیره. شما یک گپ دیگر باید در نظر داشته باشید که فشار منطقه به اندازه زیاد است که همین نشست چهارگانه که تابال دو سه مرتبه تکرار شده که فدراسیون روسیه، تاجکستان، افغانستان و پاکستان نشستهای مشترک دارند برای همکاری علیه تروریسم یا همکاری اقتصادی. پاکستان تمام آرزویش این است که آسیای میانه را نان بده. در افغانستان یک تعبیر ساده لوحانه وجود دارد که میخواهد آسیای میانه را ولی روسیه این کار را خواهد کرد؟ چی را؟ پاکستان نان بده؟ و امیال میتیشه دیگه، باز مرم دار میتیش. امیال 6 میلیارد دلار پاکستان از خیرات سر آسیای میانه نان میخوره. شما میفهم و در آسیای میانه روسیه یگانه قدرت اقتصادی است که در اونجا مسلط است و در عین زمان مسئله اساسی گاز و نفت دو انرژی بزرگ است. تنها پاکستان در اونجا در مسکو نمیده، شما شاهد دویدن آقای اوباما هم بودین، شاهد دویدن آقای سرکوزی هم بودین، شاهد دویدن آقای تشکر آقای راس موسن امی چی موسن نمی رئیس ناتو که ده بار با درخواست های مشخص رو گرفته، خانم انگلا مرکل رو گرفته، پیشنهاد کرده همکاری روسیه را قرارداد کردن استراتژیک. اسپانیا قرارداد استراتژیک کرده، فرانسه قرارداد استراتژیک با روسیه کرده. چون در افغانستان خرسازی ملت افغان مسئله مرکزی بوده، مردم افغانستان نمیفهمند که در دنیا چی میگذره. آقای منیر، دید شما در این مورد چی است؟ آیا روسیه میتونه جای امریکا را برای پاکستان پر کند و یا خیر؟ مصطفی جان، اساسا آنچه را که شما منیس یک بحث عنوان کردین جا پر کردن نیست. پس چی است؟ اینجا یک مسئله بسیار کلان دیگه است که واقعا نقاط را که ما سرش بحث میکنیم گویا اویداست و نقاط بسیار حساسی پنهان و پوشیده هست. اساسا شما ببینین پاکستان حرکت را که انجام نموده همیشه با همه تضعیف هویتی که از نظر سیاسی اقتصادی شده نمیخواد بدون استراتژی حرکت کنه. هنوزم جلو استراتژی در دست حزب حاکم و سیاسیون مخالف پاکستان است. اینجا ببینید پاکستان چگونه برخورد میکنه با جهان و منطقه. پاکستان میفهمه که چین یک استراتژی که اقتصادی هست، هیچ وقت نمیخواه روابط خود با چین خراب کنه و من حیث یک قمر استراتژی که چین پاکستان امروز در منطقه محسوب میشه. ایران برای پاکستان با خواندن استراتژی هسته‌ای برخورد میکنه، در حالی که خودش یک دندان اتمی است. و روسیه با حالتی که داره پاکستان دقیق خوانده که او یک استراتژی سیاسی جهانی داره در منطقه، امروز نسبت به خارج از اون معزله که شما گفتین که فدراسیون روسیه داخل بازار آزاد آمد، چین چه اقتصادی با وجود آمد، با یک سلسله دشواری ها گرفتار شده، خارج از او یکی از کشورهای مستحکم هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی تا خط اروپای شرقی به حساب میرن. اما یعنی شما میبینید که اشتار میده امریکا را در اروپای شرقی، ای از یک قوت میشه، بدون قوت نمیشه. پاکستان چگونه استراتژی حاله داره؟ پاکستان یک استراتژی منطقوی داره که تمرکزی از این منطقه اول افغانستان بعدا آسیای میانه است. پاکستان از تولد تا حال یک قلابی ساخته شده بوده در قالب یک ژاندارم. از طرف کیها؟ بله؟ از طرف کیها؟ ژاندارم، بله. اینا رو ببینید، بسیار خوب یک سوال کردید. این ژاندارم انگلیس ساخته؟ انگلیسی که امیانام
چپترهای سیاسی ازی، مانورهای سیاسی ازی، قالبهای اساسی سیاستگذاری ازی، هم لقمیست برای امریکا، هم لقمیست برای پاکستان و هم لقمیست برای جهان. با تجربه‌ای که انگلیس ها دارن، امروز برای شما به صورت جدی بگویم که بسیاری از مشکلها بنابر خط منافع ملی و تعیین خط منافع ملی حتی در پاکستان و افغانستان. حالا شما تصور کنیم که خط منافع ملی انگلیس با امریکا در افغانستان متفاوت است. خط اون شما دیدیم که خط منافع فرانسه با احساسات آقای سرکوزی در فرزند کشتن 4 سرباز کاملا اویدا شد. اینجا کاملا متفاوت است. ناتو در افغانستان که با بنبست مواجه شده، یکی از مشکل‌های اساسیش عدم هماهنگی است. اینا کلشون منافع مشترک دارن و منافع متفاوت دارن. هر کس در پای منافع متفاوت و مشترک نسبت به خود و نسبت به هویت خود است. تشکر. آقای بیژن، پاکستان در استراتژی خارجی روسیه کدام جایگاه را دارد؟ من هنوز اعتقاد و باورم بر آنچه که گفتیم پای بر جا است. با شناختی که من حداقل از تاریخ روس‌ها در منطقه دارم، از قدرت تفکر و خلاقیت و طراحی و برنامه ریزیشان در منطقه و در جهان دارم، من به یقین کامل به شما میگم این میز یادداشت باشه که روس‌ها ابداً ای بازی سرچپه را اینه به کله را نخواهند رفت، چون پاکستان سکه ناچل است. ببینین تا حال چند آدرس، حداقل ما باید تمکین داشته باشیم بر برخی واکنش ها از جانب خود پاکستانی ها. اول نظامیان پاکستان، در اصل نظامیان پاکستان لوی دریستیز است. امین آقای لوی دریستیز با صراحت در اجتماع جنرالان ارشد پاکستان سال گذشته در کراچی در منظر همه رسانه های پاکستانی با شدت کامل بیان کرد که پاکستان خطر تجزیه تهدید میکنه. پس از یه احزاب سیاسی موافق و مخالف در پاکستان مطرح است. همین احزاب سیاسی موافق و مخالف، یعنی احزاب بزرگ، اینا تدویر جلسه دادن و بس میوریشان در این جلسه نجات پاکستان از تجزیه بود که به نتیجه هم نرسیدن، چون دیدگاه ها با هم شباهت نداشت. میخوایم بگویم که این حقیقت است. از روزی که این کشور اجباری به وجود آمده در منطقه، یعنی در پیکر منطقه به عنوان یک زخم ناسور خلق شده، همیشه رهبری این کشور در اختیار نظامیا و آیسای استخباراتش بوده، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، اما رهبری را اینا کردن. واقعیت های حال حاضر این است که آمریکا پاکستان به حد رسوا و بدنام کرد در سطح جهان. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن، اسناد و مدارک را در مطبوعات جهان به نمایش گذاشت که دیگه هیچ کشوری در کره زمین جرأت این را نخواهد داشت که با پاکستان قول بدهد. آقای بجان، در صورتی که روابط پاکستان و روسیه مستحکم شود، چی فکر میکنه چی تأثیری بر اوضاع منطقه به خصوص افغانستان خواهد داشت؟ با در نظر داشته گفته‌های قبلی شما که شما گفتین که من عقیده ندارم که پاکستان و روسیه با هم متحد، ولی در صورتی که چنین کار شود، باز هم چی تأثیری بر اوضاع منطقه به خصوص افغانستان خواهد داشت؟ روسیه هم خسارات را از بابت افراطیون تندرو دیده در طول چند سال پس، این خسارات جبران ناپذیری را متقبل شده. میخوایم بگویم که اگر پاکستان ادامه پیدا میکنه، در این هیچ جای شک نیست، اینجا برداشت مربوط به حلقات تحلیلگر جهان و منطقه است. پاکستان هر قدر ابقا پیدا بکنه در منطقه، گروه های دهشت افغان و تخریبکار و تروریست و خطرناک در منطقه مسلط میشه و این زیانش همزمان به امریکا، به انگلستان، به روسیه، به هندوستان، به افغانستان، به همه منطقه و حتی به جهان میرسه. تشکر. آقای اوریا، در شرایط کنونی منافع مشترک کوتاه مدت و دراز مدت روسیه و پاکستان در متحد شدن از دیدگاه شما چی است؟ من به این عقیده هستم که پاکستان هنوز
وضعیت خود تثبیت کرده نتانسته به خاطر همکاری با روسیه برای از اینکه پاکستان هنوز در حلقات استراتژیست روسیه در پرده ابهام به سر میبره پاکستان به حیث متحد شماره یک غرب در روسیه ثبت است تحلیلگرهای روسیه به می عقیده هستند ما به مسابقه یکی از متخصصین امور بین المللی اکادمی همبستگی معنوی ملت ها در روسیه همین لحظه استاد است من براتان عرض میکنم که در روسیه اینی بازیگکایی که در اینجا گفته میشه به این شکل کسی با مسائل برخورد نمیکنه و چی فکر میکنید؟ روسیه چه واکنش در مقابل پاکستان نشان خواهد داد؟ با در نظر داشتین که روسیه به این صورت روسیه گل سر سبد غرب که تو در پایش ریخته میشه این اصولا میپرده خوب فکرتانو میگیره پس که پاکستان چه نوع برخورده خواهد کرد؟ پاکستان در آخرین تحلیل امو حلقه غلابی رو که برای انگلیس تگردن خود بسته کرده بود باید برای روس بسته کنه توجه کرده ولی آیا امکان دارد که هر غلام دو حلقه داشته باشد؟ خب یک حلقه رو میکشه بهتر دیگه خونه میبینی ولی شما قبلا گفتن که غرب هیچ دوست استراتژیک در منطقه بجز پاکستان ندارد بجز اردوی پاکستان گوشتان باشه که دقیق باشه این سر از این ولی گفتم اشارت که فعلا اردوی پاکستان سرنوشت ساز پاکستان است خب تصور میشه ای دیگر سرنوشت بشریت روی منافع استراتژی اقتصادی جهان است دیگر بازی های کونه و کلاسیک هم یکیش کونه و بیکاره شده در روسیه، در چین، در ایالات متحده، در آسیا دیگر جهان نمیتونه با متودهای آخر قرن بیست زندگی کنه بله. اونا دیگر جای خود خالی کردن به خاطر یک حرکت نوین بین المللی به نام استراتژی های همگرایانه از گذار میکنن از رویارویی بشریت به طرف همگرایی برای از اینکه پروبلم های اقتصادی بشری امروز تهدید کننده تمام کره زمین است این به یک همکاری وسیع جهانی ضرورت داره که ایجا ای پروبلم را باید که به دست به دست هم دادن نیروهای بزرگ و معاصر جهان این را حل بکنن صحیح است ما براتان پیشتر عرض کردم که پروبلم لومه نگفتن پروبلم روسیه است بله سه سوجا پیسیش بود توجه کنید تا ای که امریکا بود رفت و با مال تقاضا کرد که برای یا ببخش یا برم قسط کن آقای اوریا روسیه در منطقه به خصوص افغانستان و پاکستان کدام نقش را بازی کرده میتواند؟ باید این نقطه را به صراحت عرض کرد که روسیه برای یک لحظه در این منطقه بی تفاوت بوده نمیتونه برای از اینکه این منطقه از لحاظ تاریخی تثبیت کننده هویت خود روسیه است بنابراین روسیه در مورد افغانستان برای یک لحظه بی تفاوت مانده نمیتونه وقتاً فوقتاً سیاست های خود در مورد افغانستان مطرح میکنه و من فکر میکنم این اشدار اخیری که روسا دادن که هیچ راه حل در افغانستان بدون موجودیت ما باز عواقب خوب نداره این دیگه آخرین تحلیل قضیه است که اونا لحاظ استراتژیک مطرح کردن که اونا در افغانستان بسیار علاقمند هستند ولی در 10 سال که گذشت گفته می شود که یا دیده می شود که روسیه در مسائل افغانستان اونقدر نقش عمده‌ای نداشته صحیح است یار روسیه در امو صحبت اولی که اعلامی اولی که وزارت خارجه فدراسیون روسیه کرد در اونجا گفت که ما تمام قضایا را چون ما اجازه دادیم که امریکا به افغانستان هر وقتی که بخوایم ما این مسئله را خود ما حل میکنیم و اینجا وزیرای حکومت افغانستان از جمله یک وزیر مالیه بود گفت بسیار بیعقل است اعلامی رسمی هیچ وقت وزیر کسی بیعقل نگفته گفت او یک بیعقل است که تابال نبیفهمه که غرب بدون موافقی با در افغانستان بوده تشکر آقای منیر در صورتی که پاکستان و روسیه روابط بهتر برقرار کند چه تأثیر بر روابط افغانستان با روسیه روابط روسیه با آمریکا و روابط روسیه با هند گذاشته می تواند مصطفی جان من یک چیز سریع بر شما بگویم فدراسیون روسیه هیچ وقت افغانستان به پاکستان تعویض نمیکنه هیچ وقت تا 30 سال ما بر شما میگم یک خاطره باشه افغانستان از نظر موقعیت استراتژیک و اکونومیست جایگاه بسیار خاص خود را پیدا کرده اساسا افغانستان لابراتوار بازی هاست روسیه این لابراتوار بازی ها را درک کرده لابراتواری که روسیه فعلا سرش باز کرده او را به نام قرن 21 باز کرده بله و در اینجا روسیه میخواد آنچه را که شما
در سوالاتتان پیاپی مطرح کردین از روابط روسیه و روابط پاکستان، این یک واکنش سیاسی است، این یک واکنش کاملا مقطعی است و پاکستان روسیه میفهمه که پاکستان تثبیت هویت میکنه، این تثبیت هویت مجدد است. روسیه میفهمه که پاکستان جایگاه سیاسی خود است، باز میخواهد در خط بسیار بزرگ بازی ها باز کنه. این که شما روابط پاکستان و امریکا را میگید، روابط پاکستان با امریکا بنا بر مجبوریتی که امریکا داره برای چند سال با او خط که شما انتظارش دارین نمیرسه. با او خط که تحلیلگرای افغان انتظارش دارن با او خط نمیرسه. امریکا با به اصطلاح ملمکاری پاکستان میخواهد که روابط خود در حد حفظ داشته باشه، اما نه به نام پاکستان استراتژیک دیروز یا شریک امریکای دیروز. بالای روابط روسیه و هند باید نظر داشتین که هندوستان، پاکستان یکی از دشمنان هندوستان است. ببینید در جهان دیپلماسی امروز آن مسائلی که در لابراتوارها کار میشه ای بیرون نمیبره. ما شاید 50 سال بعد باز آگاهی پیدا کنیم. در جهان دیپلماسی با حرف دیپلماسی صحبت میشه، با کلمات و واژه دیپلماسی. همین لحظه ما برای شما بگویم که آقای مارک گروسمن از این برگشت به افغانستان، میفهمیم در میدان هوایی چی گفت؟ گفت ما حرکت را در هندوستان انجام ندادیم که بالای بیبود روابط ما با پاکستان تاثیر بگذارد. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. بینندگان محترم تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لای یک تا می سپارم.